الو الو، سلام، حال شما خوبه؟ من یکی از مردمان ایرانم، حالا شما بذارید به حساب این که این حق رو دارم که از رهبر پرسش بکنم. نه نه نه، من اسمم همین شهروند ایرانی کافی نیست؟ من سر به سر شما که نمیخوام بگذارم، من میخوام با رهبر اگه بشه صحبت کنم، یعنی در شأن ایشون هست که تلفنی با کسی که ایرانی است، حالا خارجی به کنار، با یک ایرانی صحبت بکنن، گوشی رو بردارن صحبت بکنن. نه نه، من قصد اساعی ادب ندارم. بله خب حالا بس کنید. سلام دوست گرامی، حال شما خوبه؟ من به دوست قبلی و همکار قبلی شما گفتم یک ایرانی هم میخوام با رهبر صحبت کنم. درسته، مقام معظم رهبری، بله، حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکات. خب من میخوام با ایشون صحبت بکنم، امکانش هست؟ میدونم برای ایشون دشواره، حالا هر ایرانی بخواد گوشی رو برداره با ایشون صحبت بکنه یکم نشدنی به نظر میرسه، ولی اینکه ایشون به یه ایرانی هم به شکل رندوم، حالا از هر 40 میلیون یکی رو با تلفن پاسخ بدن. میدونم. نه نه، من یه موضوع حساس میخوام با ایشون در میان بگذارم. من تازه از زندان آمدم بیرون. پوزش میخوام، پوزش میخوام. حالا یکی باشه که مثلا بتونه سخن من رو گوش بکنه، خیلی ممنون میشم. اگه ایشون باشه که خیلی بهتر. نه هرگز من سخن گستاخانه‌ای بر زبان جاری نخواهم کرد. بله. خب بس کنید به دوستی که حالا بتونن منو کمک بکنن. سلام دوست گرامی، حال شما چطوره؟ خوبید عزیزم؟ من به همکار پیشین شما گفتم که یک ایرانی هم، آیا شانس این رو دارم که با رهبر صحبت بکنم؟ نه نه، من میفهمم میفهمم. بله بله، اسمم محمد نوریزاد. بله بله، همون نوریزاد منتقد. نه قطع نکنید عزیز من، من سخن گستاخانه‌ای نمیخوام مطرح بکنم. من اتفاقا یکی از حساس‌ترین موضوعات رو میخوام با ایشون در میون بگذارم که ایشون نیازمند دانستنشه، اگر که ندونن. هر جور خودتون صلاح میدونید. من میتونه. بله بله بله. نه نه، من میخوام راجع به یک موضوع حساس در مورد اصفهان، در مورد جریان اصفهان، آب اصفهان. میدونم آگاهی ایشون فراوانه و از جوانب مختلف با ایشون در میان میگذارن، مشورت میگیرن. بگید محمد نوریزاد، حالا به آقا مسعود بگید، آقا میثم بگید، پسرای ایشون. بس کنید. سلام آقا میثم، حال شما چطوره؟ من نوریزاد هستم. بله بله، من خیلی انتقاد کردم از پدر گرامی شما، بله، مقام معظم رهبری، ولی احساس کردم یه موضوعی رو بله با ایشون در میون بگذارم. ببینید میشه همکاری کرد؟ میدونم برای ایشون شاید برازنده نباشه که تلفنی زنگ بخوره بیان گوشی رو بردارن، حالا با یک بی سر و پایی چون محمد نوریزاد صحبت بکنن، ولی مطالبی که من میگم به کارشون میاد. به شما بگم، خب من میخوام اگر بشه با ایشون در مورد آب اصفهان، بله بله، در مورد اتفاقاتی که رخ داد و چند نفر کشته شدن، بسیاری زخمی شدن، بله میخوام با ایشون. خبر جدید؟ نه، من اصلا دنبال خبر جدید نیستم، من بیشتر تحلیل دارم، نگریشی در من هست که شاید به کارشون بیاد. من اصلا مشتاق این هستم که با ایشون یه مصاحبه بکنم، مصاحبه محمد نوریزاد با رهبر جمهوری اسلامی یا مناظره. پوزش میخوام. حالا وصل کنید شما.
آقا مجتبی. بعید میدونم ایشون با من صحبت بکنه. پوزش میخوام. بله بله. آقا مجتبی سلام. من نمیدونم خوشحال باشم، نگران باشم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم. آقا مجتبی خامنه ای، من راجع به مسائل اصفهان میخواستم با شما صحبت. میدونم. خب چه بکنم؟ من اسناد و مدارکی دارم که شما آدم کشید. نه نه، من اسناد و مدارک دارم، مستدل غیر قابل انکار. من اسناد و مدارکی دارم که شما آدم کشید، دزدید. مثلا من فلانی کارمند فلان اداره است، فلانی مهندس فلان پروژه است، فلانی مسئول فلان طرح. خب اینم آقا مجتبی در کجای این منصب ها و مسئولیت ها قرار داره؟ مشاور رهبر؟ خب مشاور رهبر که زنگ نمیزنه مثلا به ببینید سعید طوسی رو شما نجات دادید عزیز من با اشاره شماها. خب یه لواطکار بود دیگه. یعنی اگر از بستگان شما پای درس ایشون می نشستن، مثلا پسر گل شما، من زبانم لا هرگز راضی نیستم، مثلا پسر گل شما پای درس آقای سعید طوسی می نشست و من میخوام با رهبر صحبت کنم، الان وصل شد به شما، من نمیدونم. اگر بشه که خیلی عالیه. حالا پسر شما اگر پای درس ایشون می نشست و یک چنین اتفاقی برای پسر شما رخ میداد که اصلا من راضی نیستم، چه حالی بهتون دست میداد؟ شما سعید طوسی رو وارهاندید. من اطمینان دارم که پرونده ایشون به دستور بیت رهبری، به دستور شماها مسکوت مانده. ببینید این سخن به درازا خواهد کشید. من شما رو میشناسم، شما هم من رو میشناسید. شما با تلسکوپ زندگی من رو واکاوی کردید، یک نقطه ضعف پیدا نکردید که من مثلا با اجانب، با براندازان و مثلا فرض کنید که تجزیه طلبان در ارتباط باشم. بله من سر به تن این نظام نمیخوام. حالا خودتون میدونید. ببینید من حرفای خوبی دارم برای رهبران، به دردشون میخوره ها. بله مقام معظم رهبری. ببینید چه کار میشه کرد اگر بشه من این صحبت کوتاهی با ایشون بکنم. حالا بس کنید. درود دوست گرامی. من نمیدونم آقا مجتبی به چه جایگاهی وصل کرده این تلفن رو. من میخواستم با جناب رهبر، مقام معظم رهبری، بله درست میفهمید، با ایشون صحبت بکنم. میدونم شدنی نیست. من محمد نوریزاد هستم. محمد. میخواستم بگم که حالا اگر وصل کنید به ایشون، شدنی نیست دیگه، میدونم، قبول دارم. حالا شما پس مشاور اول ایشون هستید. آره اسمتون آقا اجازی؟ اجازی. ببینید حاج آقا من شما رو میشناسم. من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که اصفهانی که تا به حال ساکت بود، از این به بعد دیگه ساکت نخواهد نشست، دیگه ساکت نخواهد ماند. اصفهان به پای خواسته، اصفهان زخمی است. اگر تا دیروز شماها با حضرت آقا و مشاورین اطرافشون جنگ مذهبی راه انداختید، الان دیگه از این به بعد جنگ حیثیته، جنگ آبه، جنگ غیرته. اینا شما رو آرام نخواهند گذاشت. اصفهانی که شما خیلی تلاش کردید تکون نخوره، به دست بی کفایتی خود شماها تکون خورد. اصفهان برخواسته، پشبندشم خوزستان، پشبندشم تبریز، پشبندشم شیراز. بالاخره این سرزمین رو چی کار مخواهید بکنید؟ بله قبول دارم شما کار خودتون رو میکنید و از کسی اجازه نمیگیرید، ولی من خواستم فقط این رو بهتون بگم. اصفهان به پای خواسته، اصفهان با چشمی خونین، با دهانی خونین، با تنی زخمین به پای خواسته. شما دیگه حریف اصفهان نخواهید بود، هرگز. حالا من یه چیزی گفتم دیگه، باشیم و تماشا کنیم. خب میدونم حالا اگر میشد من، ببینید من میخوام با حضرت آقا یه مناظره بگذارم. میخوام مناظره، اصلا تیترش این باشه، مناظره محمد نوریزاد با مقام معظم رهبری که شما میفرمایید. خیلی خوبه، پسندیده است. نمیشه؟ اوه
قطع کردم.